این پادکست انگیزشی نیست. این پادکست نگرشیه و باید برای موفقیت تفکر کرد و هیجانی نشد و هیجانی عمل نکرد. اکثر ما انسان‌ها در طول زندگی خودمون هدف‌های زیادی رو مشخص می‌کنیم و علاقه داریم، علاقه مندیم، تمایل داریم که اون اهداف و خواسته های خودمون رو بگیریم و بهشون برسیم. ولی چرا خیلی از ما انسان ها در طول زندگی خودمون هدف های زیادی رو داشتیم اما بهشون نرسیدیم و در واقع تسلیم شدیم، زانو زدیم و در نهایت تصمیم گرفتیم فراموششون کنیم؟ ما در طول زندگی باید به سوالات زیادی جواب بدیم. خیلی همون جواب میدیم، خیلی همون تسلیم میشیم و اهدافمونو فراموش میکنیم. برای رسیدن به اهداف باید جسور بود، باید قوی بود، باید ثابت قدم بود، باید جا نزد، باید شکافت و رفت جلو. کاری که متاسفانه با برخورد اولین و ابتدایی ترین مشکلات در راه بیش از 50% از انسانها جا میزنند، فراموش میکنند. انگار اون هدف نبوده که نبوده که نبوده. ولی اینو بهتون بگم، در آینده که دور و یا نزدیک ما باید جواب یه سری از سوالات رو به خودمون بدیم. آیا ما از زندگیمون لذت بردیم؟ آیا من خوب زندگی کردم؟ آیا مایه خیر بودم در اجتماع خودم و اطرافیانم خیر رسوندم؟ یا شر بودم برای اجتماع خودم؟ آیا دیگران از من راضی‌اند؟ کار مثبتی برای جامعه خودم انجام دادم؟ رسالت من در زندگی چیه؟ تا چه اندازه باید جرأت و جسارت پیگیری اهدافم رو داشته باشم؟ نقشه راه زندگی من چیه؟ نظر من اینه که برای گرفتن اهداف خودت باید شهامت داشته باشی، باید جسور باشی، باید جسور باشی. اگه جسور نباشی، شهامت پیگیری نداشته باشی، اگه در کارت ثابت قدم نباشی، باید همیشه در مقابل اهدافت زانو بزنی، تسلیم بشی، فراموششون کنی، خورد بشی. اینو قبول میکنم تا یه سنی اگه زندگی ضعیفی داشتی، اگه زندگی پردردی داشتی و همش والدین، اطرافیان خودتو مقصر میدونستی چون نمیفهمیدی، چون کودک بودی و قدرت تشخیص و انتخاب نداشتی، شاید من بهت حق بدم. ولی از زمانی که صاحب فهم شدی، از زمانی که فرمون زندگی تو خودت بر دستت گرفتی، راننده شمایی، خلبان شمایی، پیشبرنده و پیشرونده شمایی. شما خودتو، شما باید اهدافتو مشخص کنی، شما باید مطالعه کنی، شما باید انتخاب کنی، شما باید تشخیص بدی، شما باید راه‌های رسیدن به هدفت رو مشخص کنی، شما نباید جا بزنی، شما باید ادامه بدی مسیر رو، شما باید استوار باشی، ثابت قدم باشی، وجود داشته باشی، شهامت داشته باشی و به هدفت برسی. این دیگه شمایی. از یک سنی به بعد دیگه حق نداریم، ما دیگه حق نداریم به سمت کسی دست بکشیم.
اون انگشت باید به سمت خودمون بیاد، انگشت سبابه رو نبریم تو هوا و به سمت کسی نشون بدیم، اون انگشت رو برگردون به سمت خودت و بگو من مقصرم اگه نتونستم به اون اهداف برسم، فقط من مقصرم و بس. پس هدفت رو انتخاب کن، مطالعه کن، راه های رسیدن به اون رو انتخاب کن، تشخیص درست بده، از بزرگترهای فهمیده و آگاه و با بینش که اطرافت هستند راهنمایی بگیر. این بزرگترها میتونند اعضای خانوادت باشند، میتونن اقوام تو باشند، میتونن معلم و مربی ورزشی تو باشند، میتونن دوستای خوب تو باشند. پس واقعی فکر کن و از خیالات و توهمات دوری کن، ولی زمانی که هدفت رو انتخاب کردی پس از تحقیقات، مطالعات، مشاوره های زیاد و بررسی های دقیق دیگه موقع اجراست، اجرای اون چیزی که روزها، ماهها و یا بلکه سالها توی فکرت بوده و آرمان و آرزوی تو بوده و هدف توست، آینده توست و قرار تو با اون بخشی از پازل زندگی تو بسازی. پس جسارت داشته باش، قوی باش و انجامش بده و تسلیم نشو. اون ضربات، شکست ها و ناملایمت هایی که با تو در طی مسیر میشه نباید باعث ناامیدی تو بشه، نباید تو رو از راهی که انتخاب کردی یا الان در اون هستی متوقف کنه. تو از قبل باید اینو بدونی که شکست جزی از پیروزیه و انسان موفق بارها طعم شکست رو میچشه ولی بازم پا میشه و حرکت میکنه. نشون بده که هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه تو رو شکست بده. ساختن آینده تو دست خود توست. کلام آخر، این سه کلمه رو در کنار بینش و بصیرت توی ذهنت بنویس. تو با این سه کلمه موفق میشی. سماجت، جسارت و عزم راسخ. برات بهترین ها رو خواست دارم.